محاکمه دو متهم به قتل یک سرباز بریتانیایی در لندن روز دوشنبه آغاز شد. مایکل ادبولاژو و مایکل ادبوواله پیشتر در جلسه مقدماتی دادگاه خواسته بودند که از این پس آنها را مجاهد ابو حمزه و اسماعیل ابن عبدالله صدا بزنند. در مقابل ساختمان دادگاه شماری از راستگرایان افراطی بریتانیا خواستار جلوگیری از ساختن مساجد و احیای مجدد قانون اعدام در این کشور شدند. این دو اسلامگرای افراطی که اصلیت نیجریه‌ای دارند در ماه مه گذشته اول خورداد امسال لی ریگبی یک سرباز بریتانیایی را که در جنگ افغانستان هم حضور داشت به نام جهاد سر این حمله وحشتناک در منطقه وولویچ واقع در جنوب شرق لندن ابتدا با خودرو و سپس به ضرب چاقو و ساتور در روز روشن در خیابان و در مقابل چشمان رهگذران وحشت زده انجام شد. افکار عمومی بریتانیا مقامات کشور و همچنین مسلمانان بریتانیایی به شدت این حمله را محکوم کرده و آن را فاجعه‌ای هولناک برای بریتانیا خواندند قرار است این محاکمه سه هفته به طول بیانجامد